با دوربینایی که در سطح شهر هستن مردم با چیکار کنن، چجوری شناخته نشن. حالا من خودم پیشنهادم اینه که اول برنامه ما خودمون گفتیم خب از ماسک استفاده بکنن طبیعتا، و بکنم یه نکته هم نوید گفته بود، گفت مثل اینکه میشود نمیدونم درسته یا غلطه، خود نوید بگم میشود که برق اون دور یعنی اون دوربین رو از مدار میشه خارج کرد با قطع کردن برقش. این چیزیه که شد آره، یه دریچه پایین همه دکلای دوربین هستش که اون دریچه رو باز بکنی کابل برقش اونجا رد شده باشه اونجا قطع شده. این خیلی مهمه، اینو این خیلی نکته مهمیه نوید، اینو اضافه کنید لطفا به این گوگل داکه، خیلی نکته مهمیه. به همین راحتی یعنی شما لازم نیست دوربین رو بالا بزنید، همین پایین دسترسی دارین که دوربین رو از کار بندازید. بله بله، همه دوربین از پایین دسترسی دارن، بیشترشون یعنی پایین دسترسی دارن. اگرم دریچه رو خودشون نباشه، دریچه حتما تو فاصله یه متریشون روی زمین هست، حتما از اونجا میتونید قطعش کنید. نوید جان یه نکته در این مورد من عرض کنم؟ آرمین جان ببخشید، خیلی راحت تر از این اینه که با یه مارکر مشکی رو لنزشو مشکی کنن، خیلی هم ساده است. سطح چهار ندادم به دوربینایی که در چهار راه در سر چهار راه قرار گرفته بالا نه در یک ارتفاعی هست که خب تو نمیتونید ماژیک برداری بری تا اون بالا که قرونت برم همون دوربینا رو اجازه بده خواهش بکنم. همون دوربینا رو نوید داره میگه که اونا یه دریچه پایین همون ستونشون دارن، یا در یک فاصله یک متریشون یک دریچه هستش که حالا به حساب مال همون محل انشعاب برقاش برقی که قراره به اون دوربین برسه، نیازی به مارکر گویا نیست. اما به هر حال مهمترین اصل اول اینه که از ماسک استفاده کنید. من فکر میکنم این نکته اصلیه، همه جا داشته باشید، نه فقط به خاطر دوربین هایی که حالا در سطح چهارراه قرار گرفتن. باید فرض رو بر این بگیرید که کسانی که دارن فیلم برداری میکنن، فیلم ها رو میخوان بفرستن حساب خارج از کشور به رسانه ها بدن، خب اونجا ها هم به هر حال تصویر شما اگر ماسک نداشته باشید مشخص میشه. به هر حال اگر همیشه ماسک هم بایدتون باشه بسیار عالیه. یه سال آیا بستن ترافیک، مثلا یه جایی میخواییم برین تظاهرات بکنید، آیا راهی هست که مثلا ترافیک رو به اون محله ببندین قبل از اینکه تظاهرات شروع بشه که مامورین سخت بتونن به شما دسترسی پیدا بکنن؟ یه راهش اینه که کسایی که میتونن، حالا نمیخوام پیاده بیان، با ماشینشون میتونن کلان شلوغ بکنن و ترافیک ایجاد بکنن، این کار رو میکنن مردم. آیا این فکر خوبی نیست که مثلا فرض کنید توی یه محله قرار تظاهرات بشه مثلا یه ساعتی قبلش، البته مثل که اینا همش ارگانیکه، کسی برنامه نویسی نمی کنه اینا رو که کی قرار اتفاق بیفته، آره اگه قرار بود بشه مثلا با برنامه کسی فراخوان دادن جایی برن، مثلا اون تمام جاده‌های خیابونایی که داره به اون سمت میره رو، یعنی حداقل خیابونای اصلیشو یه کاری بکنن که ترافیک اونجا بسته بشه که بتونید این مدت خیلی طولانی در راه اینا همینجوری گیر بمونن. آره دیگه این کار هم میکنن دیگه، با سطل آشغال و با ماشین و با انواع چیزهای مختلف میتونید شما ترافیک رو مسدود کنید. اوکی، که اگه اینا پیشنهاده روش های خوب برای اینم هست، اگه میشه اینم به گوگل لاک اضافه کنید. یه نکته در مورد دوربین میخواستم، اصلا به خاطر این اومدم بالا، اینا حاشیه شد برام. دوربین ها در ارتفاع، دکل های دوربین در ارتفاع 1 تا 1.5 مترشون یه محفظه دارن، درش میشه با پیچ گوشتی بازش کرد، گاهنم بازه تو کشور. این یک. اگر دیدید اون محفظه در ارتفاع 1 متری وجود نداره، قشنگ نگاه میکنی نمیبینی کف دکل اونجایی که به زمین وصله، گاهم پیچ بندی شده زیرش دیده میشه، یعنی یه دست رو میتونی ببری زیرش، سیم ها از اونجا چیده میشه یا آتیش میتونی بزنی. این دوتا دیدید دریچه نیست و مستقیم وصل به زمین، دسترسی نداره. در فاصله کمتر از 12 متر از این دکل حتما باید یک تابلو ببینید. منظورم از تابلو مثل یک بسته پستیه، یک جعبه پست. این جعبه پستی 15 متر بیشتر نمیتونه دور باشه. در محدوده 15 متری این دکل اون جعبه رو میبینید، اون مرکز کنترل اون دوربینه، برقش فیوزاش داخل اون محفظه است. اگر اون محفظه رو بشکنید، دراشو معمولا با یه پیچ گوشتی بندازی درشو میتونی بشکنی، اگر اون محفظه درش شکسته بشه کل سیم های
مربوط به اون دوربین رو میتونید بچینید و از کار بندازید. تمام دوربین‌های کشور با این سه تا حالت دسترسی بهش میشه داشت. این خیلی مهم بود. این خیلی خوبه. اینو اضافه کنید لطفاً. این خیلی نکته مهمی بود. ممنون واقعا از این. چقدر عالی. خب ممنونم کیان.